در سراسری منطقه مردم با راه پیمایی و تظاهرات روزی 1 می روز بین المللی کارگران تجلیل کردند. از جمله در شهر کیشینیوف پایتخت مولدوا چند هزار نفر با هدایت حزب کمونیست و حزب سوسیالیستی راه پیمایی کردند. طرفداران حزب سوسیالیست در راه پیمایی طلب داشتند که مولدوا به اتحاد گمرکی به رهبری روسیه بپیوندد. راه پیمایان همچنین استعفای حکومت غربگرای مولدوا را تقاضا می کردند. در ارمنستان هم اعضای حزب کمونیست با طرفداری پیوستن کشورشان به عضویت اتحاد گمرکی راه پیمایی کردند. تظاهرات آنها در نزد سفارت روسیه در یروان خاتمه یافت. شرکت داران راه پیمایی نامه را به سفارت سپردند که در آن مؤلفان نامه از پیوستن ارمنستان به اتحاد گمرکی حمایت کردند. به این سازمان حالا روسیه، بلاروس و قزاقستان شاملند. در شهر خارکوف در شرق اوکراین طرفداران حزب کمونیست و فعالان روسیه‌گرا به قول خودشان به ضد فاشیسم راهپیمایی کرده و حکومت نوی اوکراین را خون خواندند. خارکوف یکی از شهرهای شرق اوکراین است که جدای خواهان روسیه‌گرا اول همین ماه اداره‌های حکومتیش را اشغال کردند. در پایتخت گرجستان شهر تفلیس صدها نفر به سمت بنای پیشین پارلمان راهپیمایی کرده و خواستند که حکومت حقوق کارگران را در کشور بهتر حمایت کند. آنها از حکومت طلب داشتند که روز 1 می را روز استراحت اعلام کرده و برای کاهش دادن بیکاری در گرجستان چاره بیندیشد. در قرقیزستان در روز 1 می در شهر بیشکک مسابقات ورزشی برگزار کردند. مسابقات با مساعدت شهرداری بیشکک صورت گرفت و از جمله در مسابقه دوچرخه سواری خود رئیس شهر کوبانچیبک قلمتوف شرکت کرد. در شهر کابل پایتخت افغانستان اعضای اتحادیه‌های ملی کارگری جمع آمده و از حکومت خواستند که حقوق کارگران را حمایت کند و برای تامین امنیت در محل کار چاره بیندیشد. یک روز پیشتر از این بر اثر فرو رفتن کانیانگیش در شمال افغانستان 18 کنکن کشته شدند. در آذربایجان ماموران پلیس و گروه از جوانان مخالف حکومت با هم درگیر شدند. برخورد در نزد دادگاه شهر باکو صورت گرفت که در آنجا محاکمه 8 فعال مخالفان دولت ادامه دارد. مقامات آذربایجان 8 عضو گروه ندا، یک سازمان جوانان مخالف دولت را به تشکیل بی‌ترتیبی‌های عمومی و حفظ غیرقانونی اسلحه و مواد مخدر متهم می‌کنند. در شهر پیشاور پاکستان احزاب دینی جلسه قبیله سالاران و یا لایجرگه برگزار کرده و راه های مصالحه در این کشور را بررسی کردند. حاضران این نشست از حکومت پاکستان خواستند حمله به طالبان را بس کند، زیرا به گفته قبیله سالاران یگانه راه رسیدن به صلح و امنیت در پاکستان مکالمه با طالبان است. در عراق شماری شعارای نتیجه انتخابات پارلمانی ادامه دارد که روزی سه شنبه برگزار شد. بنابر گزارشات در رایدهی روزی 30 اپریل 60% مردم شرکت کردند. نتیجه مقدماتی انتخابات پارلمان عراق ممکن است بعد از دو هفته اعلان شود.